به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و وقت بخیری دارم حضور شما بیننده‌های خوب رادیو و تلویزیون معراج. به برنامه گزارشگر شما را خوش آمدید میگم و تشکر میکنم از اینکه بیننده و شنونده هستید. امروز آمدیم به آهنگری، صنعت آهنگری از صنایع بسیار قدیمی، معروف و مشهور نه تنها افغانستان بلکه دنیا. میخواییم از آهنگری که در منطقه شهر قدیم هرات فعالیت میکنه و از 50 سال به این طرف به شغل آهنگری پرداخته فردی که اینجا هسته مصاحبه کنیم و همچنان تصاویر داشته باشیم و از فعالیت این فرد هم برای شما گزارشی تهیه بکنیم. ما رو همراهی کنیم تا پایان گزارشگر امروز. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوب است؟ سالم خیریت؟ خسته نباشید. زنده باشید. خستگی کو مگر دیگه نگم دیگه که واقعا خسته. ها زحمت کار ما دیگه اون خود ما کار سنتی زحمت داره دست که اینا نیه. ایسه با نام شما ما آشنا بشیم. نام شما؟ نام ما غلام سخی محمد اکبره. غلام سخی. ایسه آهنگری فکر میکنم خیلی شغل سخت باشه. آهنگری اولا پیر کسب ما حضرت داوود علیه السلامه. بفهمیدیم کسب آهنگری از حضرت داووده. انا خود من این شغل پدرینیه که پدرم ما را گذیش به شاگردی و می آهنگری. انا تقریبا 50 ساله که خود من 14 سال شاگردی کردم، 9 سال به یک جا، 5 سال هم به یک جا، 14 سال شاگردی کردم. 50 سالم امی خود امی کار آهنگری را من میکنم. امی کار آهنگری هنوز من نیامدم. عرق مروردشته اینجا یقدر گرمه که دم آتیش دغال سنگ کوره دم آتیش، اما عوام که بیاد او که گرمه دم آتیش. اما نام خدا جوان موندیم به این چند سال به این دم کوره و اینا. تقریبا 67 سال عمر منه. 67 سال عمر منه. تقریبا 15 ساله فکر کنم 15 ساله بودم که من پدر ما خدا بیامرز ما رو همه کسب آهنگری گذاشت. تقریبا با 14 سال به ایران گرفتم، وقت مهاجرت به ایران دکون آهنگری میکنم. من تا کلا 50 سال همه کسب آهنگری میکنم. حالی هم پک میزنیم؟ حالی دیگه همین چکوش که به دست مانه پکو هم گبو طرف که پک میزنه. خود من بده یک تا دو تایی که پک بزنم که مثلا به زیر دست یکی چره از وست شکر میشه. دیگه بعد از کسپی هم که ما میکنیم همین کسپ آهنگری هم یک آهنگر اسم آهنگر است، اما آهنگری موتر سیوای آهنگری که توقات و منگال میسازه، سیوای آهنگری که تبر و تیشه و کلنگ میسازه، اونا سیوای اونا همه آهنگری گفتم میشه. اما کسب ما آهنگری ابزارسازیه، برای ابزار جنس کفشی که یعنی اینا دست آخر نه. مثلا دروش و امثال اینا مثلا. حالا عیسی چه چیزهای شما میسازیم که دیگرها ساخته نمیتونن؟ ما خب گفتم برای شما که امی آهنگری اما لگ آهنگر و میتیاج من با آهنگر ایتیاجم. او آهنگری که کار متر میکنه ما کرده نمیتونم. او آهنگری که کار متر میکنه او با کار مار کرده نمیتونم. امو باید مگرم امو ابزال که کار متر میکنه بیا از ما بخره. بسیار خوب. یعنی ابزاری که خیلی وقت روی کار کردیم و بعد کار خاص کردیم اینجا چیه؟ ما امی یک لغم ابزار هست که برای کفشی تیار میکنیم. اینا رالی باید معمول اگر نشون باید بیاده ده. خوبه؟ کدون مکایه؟ اینا که هست برای چیزه. یعنی این من میخواستم که اول از کوره اسکلیت شروع کنم، بعد کار تمام بدن نشون. خب ما تصویر استفاده میکنیم، مشکل نیه، توضیح بدیم این چی هست؟ این امبرگاز، این اسم امبرگاز نمیگم، این امبرگاز اسم از امبرگاز کفشیه. این امبرگاز کفشیه که چرم کش میکنه و بالای کار خو. دیگه بعد از اون هم چکش کفشیه.
نفهمی این چکوچه کفه چیه که چیز میکنه. بعد از هم مخکای شدم تاکو بابا او هم کار مانه. او هم ساخت خود شما ده؟ آه ساخت خود ما. اینا امی خود جنس از اینا از چی هست؟ جنس از اینا پولاده. باید جنس خوب باشه. دیگه بعد از هم انبور مخکاشه کفشیه. اینا رو که برای کفشی ما تیار میکنیم. بعد این قچی علیبی سازیه. میفهمی؟ که برای علیبی سازا کار میکنه. بعد این قچی خیاطیه که برای خیاطا. برای خیاطا. انا بعد این قچی برای چمن و بید و گلکارا. یعنی پارکایی که چمن و بید و درخت و چیز دارم درخت نجور که غواره میکنم و چمنار میزنم یه قچی باید برای از اینه که اینا هم کارمانه. اینا چقدر زمان میبره تا جور میکنه؟ اینا تقریبا ایتا به شما بگم روز دو تا ما میتونیم تمام کرده روز دو. گفتیم جنس از اینا از پولاده؟ ها اینا جنس اینا پولاده ولی ها خب آهنه که ما کار میکنیم مثلا مثل مختبیله و مخ سرکج و مثلا آنیت چودایه. با این فولاد از کجا میخریم اینا؟ بار اینا رو دکه باز از این آنفروش های که دکونه های که آنفروشیه مثلا همین دکونه نمکی و آنفروشی هم باید ما از اینا میخریم. بعد گفتین که 50 سال میشه که شما سابقه دارین. به این 50 سال همونطوری که گفتین که آینگری هر شاخی و فرق میکنه، بعضا ابزار میسازن، بعضا بالاخره توقاچ و منگال میسازن، بعضا دیگه ابزاری که برای استفاده میشه. آینگر ما اینجا داریم که توقاچ و منگال میسازه. اون آدم هایی که مثلا بیان پیش ما توقاچ و منگال از بعد ما میشن منطقه کار رشتی دیگه همون توقاچ و منگال باید ما ری میکنیم به پیش از بیان. این کوری شما چقدر حرارت نیاز داره؟ کوری ما تقریبا حرارت ایتا نیاز داره که مثلا اضافه کم میشه. بفهمید یک جایی هست که حرارت باید زیاد باشه که همون آهنه که ما زخیمتره که به کوره میکنیم حرارتش باید زیاد باشه. تا چند درجه حرارت شما؟ چند درجه مگر حرارت دیشه مثلا موتاره که مثلا به 20 میره یا 70 میره یا 80 میره. این هم همون رقم هست منطقه باید ما که این که کمیزاف و چیزی نمیشه باید همینجوگا یک چیزی داره که حرارت دریچه داره دریجی داره که ما حرارتی رو بسته کنیم که کم لازم دیشته باشیم همون حرارت کم زیاد دیشته باشیم باید ما همون حرارتی رو واقع کنیم. این که یکی هم دیگه بعد از بیم زغال سنگ زغال سنگ حرارت مالک با مالک با می دیو مالک کوری روشن کنه ولی شما اینجوگا شیشتی و مالک گرمی همین دیوال یک بجه بیم همین به دیوال دست دادن نمیشه. چطور شما طاقت میاریم؟ آدگه ما طاقت میاریم باز آنو لک به این گرمی که ما عادت داریم به این گرمی که به تا بازار را برون به افته او باید به ما تاثیر میکنه. یک تاثیری نمیکنه. این نمیکنه؟ این نمیکنه چون که مختیم دیگه. اما این روزها هرات 40 درجه کمتر از 40 درجه هم حرارت نیست. 40 درجه اونجا باشه و بیش از 100 درجه هم اینجا واقعا هست دیگه 80-100 درجه. این سن و سال خیلی کار میکنین؟ خب می گفتم دیگه همی عادت که کردیم همی هست و سر ما تاثیر چه نمی کنه. عیسی عزیز از آهنگرای مشهور هرات کی ها رو یاد میدین؟ حالا از آهنگرای مشهور هرات من خیلی یاد میدم. حال خود از اینا نه آهنگری دارم بدون از من آهنگری زیاده و ای آهنگرای کم بالا آهنگرای دور زرد مثل اسفینادی و دروازه ملک و اینا کار میکنم اینا رو نیا کردم من نمیشناسم اینا آهنگاره که یعنی به پیش آدم مثل من که 14 سال کار کردم انا وکیل آهنگرا ما بود اجی صدیقی بود خدا بیامرده بعد از او بود اجی سروری بود که بچه برارش بود او رو هم خدا بیامرده انا لک باز وکیل آهنگرا ما از مو هستن از گذشته یعنی آهنگرای سرشناس هرات را چند تا نام بگیریم بریم؟ دیگه اسلام آهنگری بود، ایوب آهنگری بود، اجی مندلی آهنگری بود، خدا بیامرزه نه همه فوت کردن، اجی غلام رسول آهنگری بود، دیگه بعد از او اجی رمضان آهنگری هست که همه لگو خود زندی اما باز آهنگری دیگه باز نشست شده نمیکنه. خب حالا شما به کی آهنگری یاد دادین؟ من اول که 3 پسر خدا ببخشونه برکت داده از 3 پسرم هم یاد داره او چه شاگرد
تربیه کردیم، اما یکی و حالا از من اضافه به ایران از برادران از ارگیه آن او باید به ایران که او باید آنها لک ارکه به پیش ما که یعنی استاد شد کارا از او حالا دیگه به دمدستگاه هست که همه رو دمدستگاه از شما یاد گیرید؟ اما کارایی که باید او حالا میکنه گوشم از ما حالا باید اضافه از اون برادران از ارگیه هم هست آنه گویم که به افغانستان هم که میایه آنه او حال خیلی دمدستگاه دو حال خیلی پیشرفت کرده. چند ساعت میتونیم به پامی کوره طاقت بیاریم؟ ما اولا که ما که مزدور مردم نیم کاری که بیوانگی دیشته باشیم که بیازو دیگه با واسطه قولی که برای ازو دادیم که اکثره کار میکنیم اگه خسته باشیم اگه گرمی کنیم او قول داریم کاری که باید که یعنی صورت به ما ندادم برای خور خود خود کار میکنیم. ما خسته شدیم ور میخوریم چای میخوریم، خسته شدیم تا میشیم پیش همسایه میریم، نشدیم همه کار خور میکنیم. بسیار تشکر. در ادامه کار رو میبینیم و اگر صحبت هم نیاز بود در ادامه با شما داره. تشکر. آقای اکبری، ای پوکی که شما میزدیم من گفتم ای خب سرک از بخوره مغز سر در میاره. دیگه اگه بخوره در میاره ولی ها دیگه ما احتیاط نزدیک نبود پوک؟ چرا نزدیکه دیگه، خب آموختیم دیگه ما کار ما دیگه مینه احتیاط میکنه. خسته نباشین، خیلی واقعا کار سخت یعنی؟ ولی ها دیگه کار هیچ کار آسان نیه دیگه. چه نسبتی داریم با آقای اکبری؟ فرزند اینا اونو پدرم. شما هم ارجمندینه؟ خیلی خوب. این پوک چند کیلو وزنیه؟ ایت 8 کیلو میشه. 8 کیلو؟ بله. روزانه چند پوکه میزنیم حساب کردی؟ نه از حساب تیره. مثلا تقریبی چند؟ خیلی زیاده. اگه این پوک از صبح تاشم یکسر میزنیم دیگه. اگه حساب بکنیم دیگه از حساب تیره. اینا خونم خدا دیگه. خیلی خوب. ارجمندی ارشد این فرزند بزرگ این یا خیر؟ نه خورد. خوردی؟ فرزند بزرگ برار کلون منه به ایران رفتم. شما چی کارا یاد گرفتیم از اینگی؟ همین شغل را همه گیر یاد داریم، همین جنس هایی که میبینیم همه یاد داریم شکار. میخواییم ادامه بدیم همچنان با پدر؟ بله ادامه بده. این که آینگری کار سختی یا آسانی؟ آسانه دیگه، هر کار سختی خورداره دیگه، به هم نظر میکنه آسانه. در نظر شما؟ بله آسانه دیگه. اما بیش از 100 درجه حرارت فکر میکنم یه از 100 درجه خیلی بالاتر باشه. بالاتره ولی حرارت زیاد داره. بعد طاقت کردن و همچنان پوک زدن و چکش زدن و آینگری کار آسانی نیست؟ نه آسان نیه دیگه، خب سختی خور گفتم هر کار داره دیگه. بعد اینکه حالا سفارش هایی که شما میگیرین اینجا از قبل آماده هست یا خیر همزمان که سفارش میگیرین بعد میسازین؟ آماده هم هست، سفارش هم میگیریم. این ابزالات که پشیر بیشتر سفارش میگیریم که چون اینا به ایران میره از اینجی خوده به کابل و مزار قرارداد داره اینا. ای چیه جون؟ این قیچی خیاطیه، اینا برای تست کردن آوردم. قیچی خیاطی تست می‌کنه. تست می‌کنه. بله، تست می‌کنه. بعد ساخت خود شما؟ نه، این ساختمانی، این خارجیه. ساخت خود ما باز دیگه مدله. فرق نمی‌کنه. فرق می‌کنه، بله، مدل فرق می‌کنه. آقای اکبری، از چند سالگی داخل از این هنر یا شغل آمده؟ من از اون کودکی و همین شغل آمده. کورتکی که همین شغل پدری آمدم دیگه، تاله همین شغل. بسیار خوب. اما میبینم نام خدا خیلی ابزارهای بسیار قشنگ آماده کردیم و ساخته. بله خیلی ابزار گچکری هست، زرگری هست، کفشی هست، علی بیستزی هست. اگرم یه همه ابزارها داره. تفاوت کار شما با مثلا تفاوت کاری که حالی هست تا گذشته چیه از لحاظ ساخت؟ از ابزاری که میسازیم تفاوت های داره دیگه. جان رول کارا کم آسان تر شده. جلو برق نبود، دستگاه نبود، سنگ اینا نبود، همه کارا با سوان بود. همین دم کوری ما با دم به دوستاشون میده میدیم دیگه. میبینیم که ابزارالات بسیار واقعا جالب اینجا ساخته شده، مثل دروشی که حالا به کفاشی استفاده میشه، همچنان چکش های خوردی که
استفاده میشه، یا ساتور اینها برای شخ کردن گوشت هست که استفاده میشه. ابزاراتی که ساخته شده واقعا مهارت میخواد و بعد اینکه قدرت میخواد و هنر میخواد که بتونه فرد چنین ابزار در بیاره و بعد اینکه عرضه بکنه به بازار. مثل این انباره که پیشتر آقای اکبری اشاره کردن به او، واقعا فکر کنم حتی جنسی که از خارجم بیایه با این کیفیت نیایه و با این زیبایی و ظرافت شاید به بازار موجود نباشه. چیزایی که ساخته شده هر جنسی میبینیم، حتی این بلای خوردی که ساخته شده، اینا شاید برای گلخانه ها باشه، بلای خوردی هست، کوچکی هست که اینا ساخته شده. اینجا همونطوری که من در ابتدای برنامه هم گفتم، بازار قدیمی شهر هرات هست، منطقه شهر قدیم و بخصوص ما منطقه چهارسو آمدیم که حالا به آینگری آمدیم که سابقه بسیار طولانی داره، بیش از 50 سال قدامت و 50 سال سابقه فعالیت در این محیط و منطقه. حالا حرفه های بسیار زیادی در این منطقه شهر قدیم فعالیت میکنن، اما تعداد اینا اندک هست، بسیار کم هست تعداد اینا. و چرا کم شده؟ به خاطر اینکه بعضی از صنایع و بعضی از هنرها و شغلها متاسفانه خریدار نداره. آقای اکبری، من اینجا میبینم انواع و اقسام ابزارالات میبینم، چقدر زمان برده تا اینا رو شما بسازین؟ اینا دیگه اینا رو ما دیگه گفتن نمیتونیم، اینا رو ما همیشه که کار بیمونگی داشتیم، ما بیمونه کار بیمونگی برای مرتکه قول دادیم بگیریم، ارتیار کردیم، با که بیکار بودیم ساختیم دیگه 2 سال، 3 سال، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه دیگه کار شده. وقتی بیکاری خود جنس دکون خورما ساختیم. بعد واقعا سردلم میخواد که با این ظرافت یک چیزی ساخته بشه. آلو مثلا نمیدور اینا برای ابزار گجبوریه، ابزار برای گجبوریه، گجبوری ها خونه هار که قد میکنن اینا، هر دو سر از استفاده میشه. ای با این سر از کت میکنیم، باز همه دمه که اون مرز خواسته باشه. اما چه رفی از یک که بدیم اینجا خیلی خوب از یک تکی خوب دیگه. بعد از اون دیگه اینا اوی لیمکری علی بیسازیه، اینا برای غلین بفیه، بفهمیدیم برای قلین بفیه دیگه. بعد از یعنی این کردان برای قلین بفیه. ایده میتونیم بگیم که چند نوع ابزار میتونیم بسازیم؟ چه چیزهایی میتونیم بسازیم؟ ما گفتم دیگه برای همین کفشی و برای این زیاد دست مداد نکنه خیر بینیم. شما گفتین زیاد کفشی و علی بی سازی و دیگه خیاطی و زرگری و همین ابزار همین های مثلا برای آشپزخانه، کارد آشپزخانه و برای قصابا اینا هر نوع ابزار ما میتونیم بسازیم. میفهمیم پیشتر چی گفتم؟ من دیدم که هفته دوش بگیرتین شما میگفتین اینا اضافه. خب او دو قچی دید، یک قچی و زمت از او گفتم که باید تاوگیری کنیم، زحمت از او اصلاح نشد. ما برای دو تا چرفی هشته دیل پیمه شد، دو تا چرفی ما گفتم یک یار بدیم، یک ارتیار یک دیگه آلو بنده خدا باد از ما اردوتار بداد، مثلا بفهمیدیم از اردوتار داد، ما گفتم یک یار بدیم اضافه، یک یار منطقه درست به دل ما نشده بود. مشتری ها شما از کجا ها میایم بیرون از ولایت؟ اطراف ها میایم، از اطراف ها میام، همی علی بیسازای که مثلا کار میکنم میایم دیگه. باز از این همی ارگزوی کفش ها ما به ایران هم میبرم، به کابل هم میبرم، به مزار هم میبرم، به ایرات هم مصرف میشه. ایشتنه که به این منطقه شهر قدیم باقی ماندیم، بماندیم اینجا. خب دیگه این بازار بی از هم عقب مونده که حتی خالی دیگه جا خود نمیشه دیگه. ما که با جلو بودیم که شاگردی میکردیم، ما با جادی لیلمی هم آلی با همون جادی لیلمی که آلی زرگری ها شده و چیزا شده اینگری میشه. خب این بازار با مال کارگر های دیگه همین جگا مثلا علی بیسازا و مثلا آینگر ها هسته به این بازار هستن.
تشکر رئیس از اینکه وقت دادین، از اینکه با ما مصاحبه کردین. هرچند مصروف این، هرچند هوا گرمه، اما باز هم وقت دادین. خب وای بد از شما هم دست شما درد نکنه، زحمت کشیدیم بود که بیام از شما همه کار مرتش کرد. از شما هم خدا سلامت باشه. نباشه سلامت باشه. من پیش شما شاگرد میشم. بفرمایید ما کاری که میتونیم آوردم آمده قرار کرده او از بگمانم از پنتون بیدم آمدم شاگرد بگیم هر که مرد بیای شاگرد چه بخیر باشه. تشکر. بیننده عزیز از شما سپاسگزارم از اینکه تا اکنون بیننده برنامه گزارشگر بودین از تلویزیون میراج و همچنان رادیو میراج فرکانس 94.1 FM. همانطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم امروز منطقه شهر قدیم و چهارسو و در یکی از آینگری های بسیار قدیمی این منطقه آمدیم و گزارشی تهیه کردیم و خدمت شما تقدیم شد. امیدواریم گزارشگر مورد پسند شما قرار گرفته باشه. تا گزارشگر بعد قدرت الله حمیدی رضا ختم فراموش نکنین. الان نگهدار شما.